همینطور که این دوستان دیپلماتمون گفتن ما این همه شور و شوق هیچ جا ندیدیم و واقعا من فکر میکنم که همینطوریه و شور و شوق کمیتی نیست، کیفیتیه و خب آدم واقعا حیران میمونه و غرق میشه. میدونید یه لحظه اصلا آدم در این شور و شوق، چون توی این دور زمانی که زندگی میکنیم شور و شوق پیدا نمیشه و آدم ها روز به روز دارن اون شور و شوق و اشتیاقشون رو از دست میدن، حالا چه به واسطه یه بحث زندگی ماشینی، چه به واسطه یه زندگی در فضای مجازی که به هر حال زندگی خاصی رو به انسان ها تحمیل کرده و ما توی بررسی این روانشناسی مدل این موضوع رو تحت بررسی قرار میدیم. جز موضوعاتیه که در سایمنتولوژی به عنوان یه پدیده نو مورد بررسی قرار میدیم، ولی به طور کلی اون چیزی که محتاجش هستیم این شور و شوق و شعب و وجد و سروره که رو پله عشق و انسان ها روز به روز هر چه جلوتر میریم و پیشرفت تکنولوژی رو داریم، پیشرفت علم رو داریم، متاسفانه از این ور قضیه اینا رو همه رو داریم از دست میدیم و دیگه حالا یه مسائل دیگه که خوشایند نیست منم اینجا فعلا خب حالا موضوع سر اینجا همینه که ما یعنی هممون، منم به عنوان یک کسی که وسیله‌ای برای این قضیه شده و قرعه کار به نام من بیچاره زدن یا من خوشبخت زدن به صورت اینه و اینی که مشمول توعز و منتشا شدن و اینکه اون ارج و قرب رو خداوند توفیقش رو داده خیلی خوشبختی بزرگیه و ما برای همدیگه باید اینو آرزو کنیم. من الان تو این جمع خودمون میخوام بگم که اگر ما احساس شور و شوقی داریم باید بیایم این رو به بشریت اهدا بکنیم، باید بیایم حداقل در جمع‌های خودمون این رو گسترش بدیم. انسان خیلی محتاج چند تا موضوعه، یکی این که با این پله عشق آشنا بشه و از موهبت اون برخوردار بشه، دو معنا و مفهوم زندگی رو پیدا بکنه و خب این چیزیست که جز اهداف اولیه ماست، یعنی که میگیم اینجا تحقیقات علمی کردیم اونجا فلان کردیم، اینا همه برای چیه؟ برای اینکه به شما بگیم که بله این هوشمندی واقعا وجود داره، اینا ببین تو لابراتوار هم اثر گذاشته، اثرشو میبینیم، اینجا هم هست اونجا هم هست، وگرنه اصل موضوع ما اینه که میخوایم اونجا ثابت کنیم با زبان علم ثابت کنیم، بیایم اینجا بگیم که خیلی خوب حالا دیگه برامون، اگر ما که تو عمل تجربه کرده بودیم، تو علمم تجربه شد، ثابت شد، حالا چیکار کنیم؟ چیکار کنیممون معلومه. باید بیایم و روی این پله عشق، غیر از این که برای زندگی خودمون معنا پیدا بکنیم و معنایی که در واقع داریم از این طریق پیدا میکنیم، به دیگران هم بتونیم اینو اهدا بکنیم. بشریت به این موضوع نیاز داره و نمیخوام که امروز در جمع خودمون صحبت‌های ناامید کننده داشته باشه. ما روزگار بسیار سختی در پیش داریم، انسان روزگار سختی در پیش داره. اینی که این دو سال گذشته یه نمونه کوچیکش بود، خب یه نمونه کوچیکشه و آینده مال کسانی است که بتونن مجهز بشن به یه دیدگاهایی. خب شاید البته نمیگم عرایض منو قبول نمی کنید،
قطعا که با لطف و محبتی که دارین عرایض بنده رو به هر حال مورد توجه قرار میدید، اما اینی که میگم واقعا و جدیه و هر روز میشه دریغ از پارسال و هر روز شرایط مخصوصا الان یه بوره خیلی حساسی و دنیا در شروع به مشکلات خیلی بزرگیه که دیر یا زود سر رایمون قرار میگیره، ولی این روزگار روزگاری است که ما اتفاقا بفهمیم تکی بر این زندگی خیلی کار مطلوبی نیست که ما خیلی رو زندگی حساب بکنیم و فکر کنیم که چیه. ما باید از همین فرصتی که داریم استفاده بکنیم و این اهدافی رو که میگم بهش بپردازیم و بتونیم روی پلیش هم چیزی پیدا بکنیم، یه دستمایه برای خودمون پیدا بکنیم.